سلام و سپاس از اینکه بیننده و شنونده این نوبت از برنامه آینده ایران هستید. در این سری از برنامه ها با نمایندگان احزابی که در خارج از کشور تشکیل شدند و شاید هم بعد در صورت امکان با احزاب غیر دولتی در داخل ایران گفتگو می کنیم. هدف از این گفتگوها معرفی و آشنایی مقدماتی با این احزاب و در حد امکان شفاف کردن اهداف و ساختار حزبی اونهاست. با علم به اینکه بستر ارگانیک یا طبیعی احزاب دموکراتیک در داخل کشوره، در فضای آزاد و بدور از ارعاب. این احزاب صرفاً نمونه‌هایی هستند از اونچه در آینده ایران دموکراتیک یا مردم سالار ممکنه از سوی شهروندان پذیرفته بشن. در اون مرحله این احزاب ممکنه دستخوش تغییر و تعدیل بشن یا با احزاب دیگه ادغام بشن و یا مورد روگردانی رای دهندگان قرار بگیرن و به حاشیه رونده بشن. اما در مجموع احزاب سیاسی در یک جامعه دموکراتیک تمامیت خواه نیستند و در یک طیف سیاسی متشکل از چپ، راست، چپ میانه، راست میانه و یا میانه به طور کلی در انتخابات آزاد و منصفانه مشارکت میکنند و برای مدتی معین تشکیل دولت میدن. اگر در نوبت بعدی از اکثریت آرا برخوردار نشدن، کنار میرن و در مقام اپوزیسیون قانونی دولت فعالیت میکنند. به علاوه احزاب دموکراتیک متعهد به نظام حکومتی تعیین شده و قانون اساسی از طریق همه پرسی هستند. به عبارت دیگه تعهد و احترام به رأی اکثریت در مورد نوع نظام حکومتی و قانون اساسی و قبول اون از سوی احزاب دموکراتیک یکی از اصول مشارکت در دموکراسی و تشکیل دولت‌های منتخب مردمه. بدیهیه که رأی مردم درباره نوع حکومت و قانون اساسی یک حکم ابدی نیست. در این باره سازمان‌های نظرسنجی به تناوب از آرا و نظرهای مردم مطلع میشن و در صورت تغییر آرای عموم همه پرسی جدید برگزار میشه. اما تا زمانی که نتیجه همه پرسی تغییر نکرده، احزاب موظف به قبول نتیجه موجود هستند. با فرض به قبول این اصول در این نوبت از برنامه آینده ایران با آقای بهروز خلیق، عضو سیاسی اجرایی حزب چپ در پرانتز فدایان خلق گفتگو می‌کنیم. این حزب در وبسایتش با نام بپیش.org مجموعه اسناد حزبیش رو در دسترس عموم گذاشته. مرامنامه و اساسنامه حزب مواضع حزب چپ فدایان خلق رو معرفی می‌کنه. ما در این گروه تنها به چند نکته کلیدی برای روشن شدن مواضع حزب اشاره می‌کنیم. آقای خلیق، به برنامه آینده ایران از تلویزیون ایران فردا خوش اومدید. من هم سلام میگم به بینندگان تلویزیون شما و همینطور تشکر میکنم از برگزاری این برنامه. خوش اومدید. در وبسایتتون در سند راستای عمومی برنامه حزب چپ ایران، فدایان خلق یعنی همون مرامنامه حزبیتون میگین حزب شما بخشی از جنبش چپ تاریخی ایران و جهانه. نام حزبتون هم پسوند فدایان خلق رو به همراه داره. آیا منظورتون از اینکه بخشی از این جنبش تاریخی هستین اینه که سیاست‌های حزب توده و فدایان اکثریت رو دنبال میکنین؟ ببینید، آنچه که در همین راستاهای عمومی نوشته شده برمیگرده به اینکه ما جریانی نیستیم که در طی فرضاً چند سال اخیر تشکیل شده باشیم، بلکه جریان ما ریشه تاریخی داره و از بطن جریان فدایی برومده و تحولاتی که این جریان در طی چند سال چندین دهه گذرانده الان حزب ما آن را نمایندگی میکند. در این حال ما معتقد هستیم که ما جریانی هستیم به عنوان چپ دموکرات و سوسیالیست که متمایز از جریانات تاریخی چپ سنتی که دارای ویژگی‌های معین هستند ما با اونها تفاوت‌های جدی داریم. به جهات مختلف میشه آن تفاوت‌ها رو شمرد و توضیح داد که چه اختلافی بین ما و اون جریان‌های چپ سنتی وجود داره. خب تفاوتاتون رو با اون پیشینه تاریخی در چی میبینید؟ تفاوت اصلیش برمیگرده که ما معتقد نیستیم که بعد احزاب چپ که قبلا به جهانبینی مارکسیستی معتقد بودن و
همواره تاکید میکردن که برنامه اساسنامه و سیاست های خودشون را بر اون پایه پیریزی میکنن، ما از اون فاصله گرفتیم، به حزبی تبدیل شدیم، به حزب برنامه سیاسی که دارای دیدگاه ها و ارزش های معینی است که ما بر پایه اون در حقیقت برنامه اساسنامه های خودمون را تدوین میکنیم. یکی از اصول پایه ما مسئله دموکراسی است که ساختارهای حزبی ما هم بر اون اساس پیریز شده. علاوه ما معتقد نیستیم که اگر در آن موقع اعصاب چپ خود را نماینده طبقه کارگر و نماینده منافع آنی و آتی آن را می دانستند و خود را حزب تراز نوین طبقه کارگر می دانستند، ما باز از این نگاه فاصله گرفتیم و معتقد به حزبی هستیم که دارای دیدگاه ها و ارزش های معین است که در این حالی که از منافع کارگران، زحمت کشان و تولیدستان دفاع می کنه و همینطور از خواسته های طبقه متوسط جدید که خواسته های دموکراتیک هستند. به علاوه یک تفاوت اساسی هم بین ما و آن جریانات وجود داره، اینه که ما عمیقا معتقدیم به مسئله پیوند بین آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی و معتقدیم که بدون آزادی و دموکراسی امکان این که بشه جامعه آزادی ساخت، امکان این که بشه در کشور ما توسعه را پیش برد وجود نداره. و همین خاطر هم مسئله دموکراسی ها به عنوان شکافی که گرهگاه شکاف های متعدد جامعه ما هست تلقی می کنیم و برای استقرار آن مبارزه می کنیم. برنامه ما بر اساس تحول دموکراتیک پیریزی شده، نه تحول سوسیالیستی که در این حال معتقدیم در این مرحله هم باید تلاش کرد که اون ارزش هایی که سوسیالیستی به حساب می آیند بتواند بر پیاده بشه. با این صحبتی که کردین، با اون چیزی که در ابتدای مرامنامتون میگین یک کمی تفاوت داره. اونجا میگین از اندیشه های کارل مارکس و اندیشه پردازان چپ بهره میبرین. حالا گذشته اون که اندیشه پردازان چپ با هم حتی بعضی هاشون با خود مارکس هم اختلاف های فراوان دارن، باید گفت تشکیل احزاب سوسیالیستی یا کمونیستی پیش از ماشینی شدن یا اتوماسیون کار از ابداعات لنین بوده نه مارکس. خب این توهم به وجود میاد که شاید حزب شما یک حزب لنینیستیه و خب حزب لنینیستی یک حزب دموکراتیک نیست. پاسخ شما به این حرف چیه؟ چرا این تناقض در نوشتتون وجود داره؟ یعنی به نظر من که میخونم نوشته رو دوچار این توهم میشم که با حرفی که الان زدین قدری تفاوت داره. ببینید، تناقضی بین آن دو وجود نداره. ما تاکید ما بر اینه که جریان چپ دارای اندیشه ورزانی بوده که در طی تاریخ و تاثیرگذار بودن، حتی تحولاتی که در طی قرن 19 و قرن 20 پیش رفت بیشترین تاثیر را داشتند، به ویژه با کارل مارکس که همچنان بخشی از نظریاتی که او در آن زمان تدوین کرده به خصوص نقد سرمایه داره همچنان در شرایط کنونی پابرجاست و کاربرد داره. این به معنای آن نیست که ما مارکسیسم را به عنوان جهانبینی تلقی بکنیم و بخواهیم تمام اونها را در رابطه با اون اندیشه ها که برخی از اونها امروز کاربرد نداره بخواهیم در برنامه خودمون پیاده بکنیم. به علاوه آنچه که در رابطه با حزب لنین شما مطرح کردید، حزب لنینی داره مشخصهای معینی هست. حزب لنینی بر اساس سانترالیسم دموکراتیک پیریزی شده، معتقده که باید سوسیالیست توسط این حزب باید استقرار پیدا بکنه. در این حزب فراکسیون ها جایی ندارن، آزادی بیان جایی نداره و تماما حزب متمرکز و که قدرت در دست هیئت سیاسی یا دبیر کل اون متمرکزه، در حالی که آن حزبی که ما پی ریختیم حزبی بر اساس پرنسپ های دموکراتیک اعضا دارای حقوق وسیع هستند و فراکسیون آزاده، آزادی بیان وجود داره، تمرکز مسئولیت ها و اون دست یک نفر یا ارگان ها نیست بلکه تقسیم شده هست. ما به طور مرتب کنگره برگزار میکنیم، ارگان های ما در طی دو سال که فعالیت خودشون رو پیش میبرن در کنگره تغییر پیدا میکنن و ارگان های منتخب کنگره جای اونها رو میگیرن.
ما حزب ما تماما بر اساس آن پرنسپ های دموکراتیک که در یک سری از احزاب در حاکم هست بر اساس اون اداره میشه، نه آنچه که حزبی که لنین مد نظرش بود. یکی از تحولاتی که ما طی کردیم همون مسئله است که ما از اون دیدگاه، از آن گونه حزبی که حزب ترازنوری تبع کارگر بیان میشد فاصله زیادی گرفت. یعنی در واقع مشابه احزاب چپ در کشورهای دموکراتیک اروپایی هستین، درسته؟ بله، در کاملا درسته. احزاب چپ دموکراتیک پایه های تشکیلاتی خودشون را بر پرنسپ های دموکراتیک بریزی کرده. در نوشته هاتون برمیخوریم به این که میگین منافع جنبش چپ جهانی رو دنبال میکنیم، میگین بخشی از جنبش چپ تاریخی جهان هستیم. آیا منافع جنبش چپ جهانی رو به منافع ایران ترجیح میدین؟ نه، ببینید الان اصلا وضعیت تغییر پیدا کرده و چپ داره اون مرکزیتی که در یک زمان بود که کمونترنی وجود داشت یا کمونترنی یا اینکه اردوگاه سوسیالیستی وجود داشت و اون موقع مطرح میشد که گویا جریانات چپ منافع اونها را اسفرانیدن، از اون فاصله گرفته. الان چپ فاقد یک همچون مرکزی در جهانی است. به علاوه آن تحولی که ما طی کردیم، یکی از مؤلفه‌هاش همین هست که ما منافع ملی را ترجیح میدیم. برنامه های ما بر اساس منافع ملی پیریزی میشه و همینطور سیاست خارجی ما که در همین راستای اومده بر این اساس قرار گرفت. در مورد موضعتون در مورد اقتصاد میگید اقتصاد سرمایه‌داری رو محکوم میکنید و میگید که قادر به ایجاد برابری نیست. آیا معتقد به اقتصاد دولتی هستین؟ فکر میکنین ثروت و توزیع اون باید در اختیار دولت باشه؟ اولا ما کلمه محکوم به کار نبردیم. آنچه که گفتیم نقد و نفی به جهت همین شکافه. میگید قادر نیست برابری ایجاد بکنه. حالا البته میپرسم که منظورتون از برابری چه جور برابری هم هست؟ در حقیقت بتواند اون تمرکز ثروتی که در دست لایه اندکی از جامعه به وجود میاد بتواند این فاصله را کم بکند و بتواند در حقیقت گروه های وسیع جامعه که نیازمند کمک هستند، به خصوص در عرصه تامین اجتماعی، به اون کمک بکنه. اون چی که شما گفتید، ما معتقد به اقتصاد صرف دولتی نیستیم. در همین راستاهای برنامه از اقتصاد مختلط صحبت شده که دارای بخش‌های مختلفی هستند: بخش دولتی، بخش دولتی خصوصی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. ما معتقد به حضور بخش خصوصی هستیم که در عرصه تولیدات صنعتی، به خصوص در عرصه دانش‌بنیاد که بتوانند به توسعه کشور کمک بکنند. آنچه که در بخش دولتی اومده بیشتر اون بخش‌های استراتژیک مثل نفت و گاز و پتروشیمی است، وگرنه ما معتقد به تلفیق بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. تجربه اتحاد شوروی نشون داد که وقتی اقتصاد دست دولت متمرکز میشه، برنامه ریزی متمرکزی صورت میگیره و اقتصاد بعد از یک مدتی قادر به رشد نیست و نمیتواند آن تکنولوژی که بعد هم شکل میگیرد استفاده بکند و عملا از این تکنولوژی که در سطح جهانی به وجود اومده عقب میماند و در نتیجه موجب میشود که رشد اقتصادی مرتبا کاهش پیدا بکنه و با رکود مواجه میشه. در صورتی که در اقتصادهایی که سازگارهای مختلط پیش بردن، بعد اقتصاد پویا شکل گرفته و قادر شدن که از تکنولوژی نوین بهره بگیرن و بتونن به سود کشور، به سود بعد گروه های مختلف اجتماعی، بعد از اقتصاد بهره بگیرن و بتوانن فاصله ها رو کاهش بدن. ولی شما در نوشته هاتون
میگید که اقتصاد سرمایه داری رو به نظر میاد قبول ندارین. من درست متوجه نیستم که اقتصاد سرمایه داری یعنی اقتصاد بازار، یعنی حالا درسته که اقتصاد بازار هم تعاریف متعددی داره، بعضیا معتقدن برای همین موضوعی که شما میگین به اصطلاح جلوگیری از تقسیم ثروت به طور خیلی شدید باید سرمایه‌داری به اصطلاح قوانینی گذروند یا راهکارهایی پیدا کرد که به اون سمت کشیده نشه. بعضیا صحبت از سرمایه‌داری اخلاقی میکنن، بعضیا صحبت از سرمایه‌داری به اصطلاح مشترک با بخش دولتی میکنن. شما یک کمی بیشتر اگه توضیح بدین که در این مورد در کجا هستید؟ آیا بازار آزاد رو قبول دارید؟ آیا سرمایه‌داری رو قبول دارید یا اینکه نه معتقدید اصلا سرمایه‌داری محکومه؟ نه، زمانی در رابطه با سوسیالیسم این موضوع مطرح بود که گویا سوسیالیسم بدون بازار بعد میتوانه تعریف بشود. خب ولی تجربه نشون داد که بدون بازار در حقیقت اقتصاد به رکود می انجامد. در نتیجه ما معتقد هستیم به تلفیق برنامه دولتی، برنامه ریزی دولتی و بازار آزاد. به خصوص در کشور ما مسئله این که برنامه های دولتی و چه در دوره محمد رضا شاه چه در رابطه با جمهوری اسلامی، خب گرچه حالا جمهوری اسلامی وضعیت فرق داره، موفقیت هایی برای کشور ما داشت، در این حالی که میتواند بازار نه به اون شکل لجام گسیخته بلکه بتواند با قوانین اجتماعی با حقوقی بتواند مهار بشود و اقتصاد کشور تنها به دست بازار سپرده نشود، بلکه در این حال دولت باید بتواند و در رابطه با اقتصاد نقش جدی داشته باشد و سهم خودش را در تامین نیازهای کشور تامین بکنه و به ویژه در کشور ما که امر توسعه پایدار اصلی تن مسئله هست، بتواند با تدوین برنامه ها این برنامه پایدار، توسعه پایدار را پیش ببرد. در یه مورد دیگه شما در همون اسنادتون میگید امپریالیسم جهانی رو محکوم میکنین. منظورتون از امپریالیسم کدوم کشورها هستن؟ آمریکا، روسیه، چین، کدوم کشورها رو؟ الان صحبت از امپریالیسم جهانی چه معنی داره برای شما؟ ببینید، ما در سند که شما بهش اشاره کردید از کلمه امپریالیسم جهانی صحبت نکردیم، بلکه از سیاست های سلطه‌گرانه امپریستی صحبت کردیم. این تفاوت جدی داره. اون چه که در مفهوم امپریالیسم و در میان چپ ها مطرح بوده، تبیین بوده که لنین از امپریالیسم در اوایل قرن بیستم داشت، در حالی که با روند جهانی شدن اون کارکردهایی که در تبیین لنین از امپریالیسم وجود داشت امروز کاربرد نداره و نمیتونه سرمایه‌داری را در این مرحله تبیین بکنه. الان سرمایه‌داری در این مرحله نیازمند تبیین های جدیدی هست که در این زمینه تلاش های جدی داره صورت میگیره، از جمله آنتون نگری و مایکل هارت در کتابی که به اسم امپراتوری نوشتم و منتشر شده، به زبان فارسی هم ترجمه شده. بعد وضعیت کنونی رشد سرمایه‌داری داره تبیین میکنه عنوان امپراتوری. به علاوه ما نه مسئله صرفا برگرده به امریکا، بلکه هر کشوری چه روسیه باشه چه چین چه امریکا سیاست سوده‌گرانه رو پیش ببره، ما با اون مخالفت جدی داریم. ما از جمله تجاوزی که روسیه به اوکراین داشت شدیدا محکوم کردیم. خواستم همین رو بپرسم ازتون. بله، بفرمایید. و معتقدیم که خب این هم جزء اون سیاست های سلطه‌گرانه هست و در روسیه هم آنچه که حاکم هست سرمایه‌داری لجام گسیخته هست و که اولیگارش ها در اونجا حاکم هستند، حتی در حدی که در کشورهای غربی
سرمایه‌داری به توسط تشکل‌های دموکراتیک جامعه مدنی و مسائل حقوقی و قانونی ماها شده در روسیه به این شکل وجود نداره و در اونجا اقتدارگرایی حاکمه و قدرت در دست یک لایه نازک به ویژه پوتین متمرکزه که اون در حقیقت سیاست‌های پیش می‌بره که بعد هم مشخصی هستی اون تجاوزگری به سود ترمست. بله، خب خیلی ممنون از این صحبت ها. امیدوارم که کسانی که علاقمند هستند به این برنامه و برنامه های من رو در مورد احزاب دموکراتیک دنبال کردن مطالب شما رو بخونن. من آدرس وبسایت شما رو گذاشتم اونجا و اگر سوالی دارن، اگر از شما سوالی دارن براتون بنویسن، اگر ابهامی هستش بنویسن، اگر نظری دارن راجع به کارهاتون اون رو در اینجا در تلویزیون ایران فردا به گوش اونها برسونن. در اینجا کم کم میرسیم به پایان وقتمون و با تشکر زیاد از شما آقای خلیق و از بینندگان و شنوندگانمون و کارکنان و همکارانم در تلویزیون ایران فردا روز و شب خوشی رو برای همتون آرزو داریم. تا برنامه بعدی.